درود به همه شما عزیزان و خوبان بیننده برنامه های جنبش نوزای ایرانی با یک دیگه از برنامه های خودمون در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم برنامه مفید دیگه رو با شما عزیزان دنبال کنیم. پیش از این که به موضوع بحث برنامه وارد بشیم، مهمان عزیزمون که در واقع مهمان نیست، یکی از برگزار کنندگان و چهرهای شناخته شده برنامه هستند و ما افتخار همصحبتی با ایشون رو داریم، میان صحبت میکنن و در مورد برنامه هایی که جنبش نوزای ایرانی برای این آخر هفته در کشورهای مختلف داره با شما عزیزان صحبت میکنن، برنامه ها رو به اطلاع شما بزرگواران میرسونن و امیدواریم که بتونید اگر امکانش رو دارین در این برنامه ها شرکت کنید و از صحبت ها، سخنرانی ها و برنامه ها استفاده کنید. مهندس شاهین نژاد در خدمت شما هستیم. درود بر شما دکتر بقایی ارجمند، الیکای گرامی و درود بر همیهنان ارجمندم که همراه ما هستند. بله، اشاره کردید امسال با ابتکار برخی از دوستان، از دوستان فرهنگ دوست و میهن پرست، تاریخی که برآورد می شده، تاریخ خورشیدی که در حقیقت همزمان یا سال روز سه روز جنگ قادسیه است و دوستان برگزیدند، یعنی از 25 تا 28 آبان یا 16 تا 19 نوامبر، برای اینکه یادی بکنن از آنچه که بر میهن ما و بر نیاکان ما در 1400 سال پیش رفت و تأثیرش و پیامدش تا امروز روز هم در زندگی ما باقی است. در حقیقت یک نهیبی میخوایم بر خودمون بزنیم به عنوان ملت، ببینیم که چه چیزهایی از دست دادیم، چه چیزهایی رو به دست آوردیم و کجای تاریخ ایستادیم. به نظر میاد که به عنوان سال نخست این کار دوستان تمهیدات خوبی رو داشتن، برنامه های خوبی هم گذاشتن. امیدوارم که برای سال بعد و سالهای بعد این بیش از پیش بتونه در جامعه ایرانی جای خودش رو باز کنه. فراموش نکنیم کشتار یهودیان در اروپا منجر به اون چیزی شد که هولوکاست شد و یک ثبت تاریخی شد، کشتار ارمنیان در عثمانی یکی دیگه از اون نسل کشی ها شد و تقریبا همه جهان ازش آگاه شد. ما دلیلی نمیبینیم که از میان رفتن بخش قابل ملاحظه از نیاکانمون رو در گستره ایران بزرگ در 1400 سال پیش شامل یه همچین مواردی ندونیم و حمله مسلمانان رو به ایران به نوعی به نسل کشی تلقی نکنیم. از سوی جنبش برنامه های فراهم شده که من مکان و زمانشو میگم برای هممیهنانی که از نظر جغرافیایی بخت اینو دارن که در این برنامه ها شرکت کنن، که خیلی خوب میشه اگر برون شرکت کنن. به هر حال یه وظیفه ملی است و باعث بیداری بیش از پیش هموطنانشون خواهد شد. در فنلاند جنبش رنسانس یا نوزای ایرانی برنامه ای رو برگزار میکنه در هلسینکی در مکان اسپو ESPOO اسپو، فکر میکنم سالن شناخته شده است. شنبه 17 نوامبر از ساعت 3 تا 5 برنامه فارسی است و از 5 تا ساعت 7 برنامه انگلیسی است. یه بار دیگه میگم، فنلاند هلسینکی سالن یا مکان اسپو ESPOO ساعت 3 تا 5 شنبه 17 نوامبر برنامه فارسی، 5 تا 7 برنامه انگلیسی. در ونکوور کانادا همون شنبه 17 نوامبر از ساعت 6 تا 8 شب در کاپیلانو مال، کاپیلانو مال برای کسانی که در ونکوور هستن فکر کنم شناخته شده است، در کاپیلانو مال کنفرانس رومی هست، اتاق کنفرانس 203، ورود برای همه همیهنان آزاد و رایگانه، چه در ونکوور چه در هلسینکی.
همچنین من خودم در دو برنامه شرکت میکنم در شمال کالیفرنیا، یک برنامه آدینه فرایدی جمعه 16 نوامبر از ساعت 7 تا 9 شب خواهد بود که مکانش هست چرچ آف ساینتولوژی، چرچ ساینتولوژی در سیلیکون ولی، آدرسش هست 1080 لیندا ویستا اوینیو. پس چرچ ساینتولوژی در سیلیکون ولی مانتن ویو که جای معروفی هست فکر میکنم، جمعه ساعت 7 تا 9 شب و عنوان صحبتم هم هست ویژگی های فرهنگ ایران شهری. فردای اون روز یعنی شنبه 17 نوامبر دوباره از ساعت 7 تا 9 شب در همون مکان چرچ آف ساینتولوژی در سیلیکون ولی، مهمان انجمن فردوسی هستم و سخنم در پیوند با دلایل سقوط ایران در برابر حمله اعرابه که خب متناسب با موضوع همون دوستا کنفرانس دیگری است که برگزار میشه. امیدوارم که هممیهنان بتوانن بیان شرکت کنن و بخت دیدار هموطنان رو از نزدیک داشته باشیم. سپاسگزاریم. من هم امیدوارم که این برنامه ها مخاطبان خودش رو داشته باشه و هر کس که میتونه بتونه در این برنامه ها شرکت بکنه، حتما مفید خواهد بود. خب در پی گفتاری که الان شاهین عزیز گفتن، میتونیم به مبحث اصلی برنامه هم وارد بشیم که موضوع ما یکی از میراث‌های گذشتگانمون، میراث‌هایی هستش که فرهنگ بزرگ ایران شهری در واقع برای ما گذاشته و میشه اون رو بخشی از دین و آیین زرتشت هم دانست، ولی بیش از آنچه ما بخوایم اون رو بخشی از فرهنگ زرتشت بدونیم، باید بخشی از فرهنگ ایرانی و ایران شهری خودمون بدونیم. اون چیزی که ما امروز بخوایم در موردش صحبت بکنیم، آتشگاه ها و آتشکده ها و نقش اونها در بازسازی و در هویت و فرهنگ ما هستش. اونها چه نقشی رو ایفا میکنن، چرا ما اونها رو حفظ کردیم بعضی هاشون و چرا همیشه در طول تاریخ زمانی که حمله میشد یکی از جاهایی که تلاش شده تا از بین بره آتشگاه ها بودن و چرا ما باید تلاش بکنیم تا در آتشگاه ها و آتشکده ها بتونیم یک نوع بازسازی فرهنگی رو برای نسل آینده به وجود بیاریم. خب ما میدونیم که انسان ها به حکم داشتن بعد معنوی که خب خیلی ها در از لحاظ علمی اون رو زاییده بخشی از مغزشون میدونن، رو به گیجگاهی یا عمل کردی رو که مغز داره صادر میکنه و برخی اون رو یکی واکنش روانی میدونن. ما نیاز به انجام مراسم آیینی و مکانهای آیینی داریم، یعنی زمان و مکانهای قدرت. در گذشته میبینیم که خیلی از مکانهای آیینی ما، جاهای مقدس ما، بر روی جاهایی بنا شده که پیشتر میتونست محرابی باشه، میتونست آتشکده باشه و شاید امروز اونها رو به شکل یک امامزاده یا مسجد یا کلیسا ببینیم که در طول تاریخ و در سر تا سر جهان نمونه های اونها زیاد هستن. انسان ها نیاز داشتن تا چنین جاهایی رو برای انجام مراسم آیینی خودشون داشته باشن، اما اون چیزی که این مکان ها رو تبدیل به یک مکان مقدس میکرده تنها بُعد آیینی اونها نیست، بلکه اون نقشی هستش که میتونه اون مکان داشته باشه. خب میتونیم به عنصر آتش هم اشاره بکنیم. ما میدونیم که عنصر آتش یکی از چهار آخشیجی هستش که در ادیان مختلف، در کشورهای مختلف، به ویژه در باورهای باستانی همیشه
نقش مهمی رو ایفا می کرده. ما می بینیم که خدای آتش حتی در چین، حتی در روم، یونان و در آیین‌های مختلف وجود داشته. ما می بینیم که حتی ایزد مهر به نوعی با خورشید یا در واقع آتش در پیوند بوده. اینها نشون از اهمیتی داره که خود عنصر آتش داشته و اینکه اجداد ما به عنوان بخش روشنفکر، بخشی آگاه از جامعه ایرانی تونستن این عنصر رو پیدا بکنن، همونطور که در شاهنامه هم به اون اشاره شده که باعث ایجاد فرهنگ، باعث ایجاد تمدن بوده و ما میبینیم که حتی جشن آتش، جشنهای مختلف آتش رو داشتیم که یکی از اونها که جشن سده بوده در شاهنامه ذکر شده و بعد از اون ما میتونیم ببینیم که میاد و حتی به قبله شدن آتش در شاهنامه اشاره میکنه که آنگاه فروغ چنین هدیه داد و آنگاه آتش، همان آتش آنگاه قبله نهاد. یعنی ما میبینیم که این عنصر حتی در باورهای پس از زرتشتی دارای اهمیت ویژه بوده. ما میبینیم که در فرهنگ ایران شهری نگاه کردن به نور و روشنی مقدس بوده، در روانشناسی های مختلف فروید حتی اومده و از اون نام برده، دیدن رویای آتش رو نشان قدرت میدونسته. خب ما میایم و در یک مکان مقدسی، در یک جای و مکان قدرتی این عنصر رو بنا می‌نهیم. خب به جز اینکه این عنصر مهم بوده، به جز اینکه این آیین مهم بوده، ما میخوایم بدونیم که این آتشگاه ها چه وظایفی داشتن. شاهین عزیز در خدمت شما هستیم و میخوام این بحث رو با شما دنبال کنیم. خیلی پیشگفتار خوبی بود الیکا جان، سپاسگزارم. در مورد آتشکده ها همچنان که گفتی به عنوان یکی از میراث فرهنگ ایران باید بهش نگاه کرد، جدا از این که به هر حال یه بار آیینی داره. آتشکده ها در دور ساسانیان به طور مستند میدونیم نقشی که داشتن نقشی بوده که امروز در غرب خیلی از نهادها و بنیادهای غیر انتفاعی بازی میکنن. شما در اروپا، به ویژه اروپای غربی و شمال اروپا، دولت‌ها رو میدونید که خدمات اجتماعی میدن، تامین اجتماعی میدن، ولفر میدن و خدمات بهزیستی میدن به مردم. حالا هر چقدر نظام سرمایه‌داری تر باشه این خدمات کمتره و هر چقدر سوسیالیست تر باشه معمولا بیشتره. در ایران ساسانی به طور قطع ما میدونیم که آتشکده‌ها یکی از وظایفی که داشتند دریافت کمک‌های مردم بوده، مردم توانگر و ثروتمند، و پخش اینا به درون جامعه روی در حقیقت اون چیزی که امروز پشتیبانی از طبقات آسیب پذیر مینامیم. ما میدونیم که آتشکده‌ها خانواده‌های بی سرپرست رو مورد پشتیبانی قرار میدادن، یعنی به هر حال میدونیم به خاطر جنگ و این گونه مسائل خیلی وقتا یک زنی بی سرپرست میشد با 2 تا 3 تا 4 تا بچه. وظیفه رسیدن به اینها با آتشکده ها بود. اگر کسی میخواد زمینی رو آباد کنه، زمین بایری رو، و امکانات مالی نداشت، اونها بهش وام بلاعوض میدادند. از سوی دیگه ما میدونیم که برای بچه های یتیم که تعدادشون هم کم نبوده مشخصا در دوران روزگار کهن، اینها یه سرپوش رو تامین میکردن و به اینها میرسیدن و از این موارد زیاده. بازرگان برشکسته رو کمک میکردن بهش. به عبارت دیگر میشود گفت که با افراد آسیب دیده، کسانی که دچار معلولیت بدنی شده بودن و امکان کار کردن نداشتن. بنابراین آتشکده شاید یکی از چند وظیفه‌اش رسیدگی به مسائل روحی و معنوی مردم بوده و در حقیقت جایگاهی بوده برای اینکه مردم بتونن نظر معنوی خودشونو خوشنود کنن، خودشونو ارضا کنن، ولی خیلی وظیفه گسترده تری داشته. حتی خود شاهان ساسانی خیلی وقتا از جنگ پیروز برمیگشتن هدایای بسیار زیادی رو میدادن به آتشکده که آتشکده این ثروت‌ها رو برای همون مصارفی که خدمتتون گفتم مصرف میکرد. ما حتی میدونیم که آتشکده ها
در یه دوره در دوره ساسانیان اومدن جلوی از میان بردن جنگل ها رو گرفتن، چون صاحبان جنگل، جنگل خصوصی بود، نیاز داشتن که به خاطر ایجاد درآمد چوبای جنگل رو بفروشن و میخواستن مثلا چند هزار درخت رو بندازن و از طرف آتشکده که ثروت داشتن رفتن گفتن ما این آتشکده این جنگل ها رو میخریم و شما دست به درخت ها نزنید. خب اینها نشون میده که وظیفه جدا از وظیفه اعتقادی و ایمانی خیلی مهمتر از اون رسیدن به بهزیستی و تامین اجتماعی مردم بوده. من تا اونجایی که میدونم در کنیساهای یهودی ربای های یهود هم این کار رو تا حدی میکردن در گذشته، امروز هم احتمال داره مشغولش باشم، ولی در گذشته میدونم که به این کار اشتغال داشتند. مساجد در اسلام خیلی کمتر ازشون سراغ داریم که این گونه تامین اجتماعی کرده باشن، معمولا روی مراسمی مثل مثلا فرض کنید ماهای خاص یا مناسبت‌های خاص مردم میرن اونجا غذا میخورن، حالا بیشتر از این معمولا کاری نمیکنن. کلیسا هم بعضی وقتا در کریسمس، در تانکسگیوینگ، تو این اعیاد مسیحی یا مناسبت‌های پشتیبانی میکنن، کمک‌های میدن، هدایایی به بچه‌ها میدن، ولی معمولا ده‌ها برابر آنچه که هزینه کنن میگیرن از کسایی که کلیسا میرن. به هر حال امروز وضعیت فرق میکنه چون دولت‌ها یه مقدار زیاد وظیفه این تامین اجتماعی رو دارن. یکی دیگه هم از چیزایی که یادم اومد الیکای گرامی این بود که ما چیزی داشتیم به نام وقف که واژه‌ای که ازش استفاده میشد اگه اشتباه نکنم اشوداد بود که در دوره اسلامی به نام وقف بر جای موند. کسی که ثروتمند بود میخواست بمیره در دوره پیش از اسلام در ایران مثلا دوره ساسانیان میومد یه زمین یا کشتزار یا چند تا مغازه یا نمیدونم یه کاروانسرا اینو اشوداد میکرد یا وقف میکرد و میگفت مثلا درآمد حاصل از این برسه به بچه های بی سرپرست. حالا اگر باغ بود، اگر نمیدونم اجاره چند تا مغازه بود، اینا دریافت میشد و به نام اون فرد به اون مصرفی که خواسته بود میرسید. این هم چون اون فرد خیلی وقتا کسانی که ازش بر جای مونده بودن امکانی نداشتن که مدیریت کنن این مسائلو، معمولا به آتشکده شهرشون یا منطقهشون میداد و از اونا میخواست که به یاد اون پس از مرگش این هزینه ها رو بکنن. حالا اینا به هر حال بخش از وظایفی بود که آتشکده ها به عنوان یک نهاد غیر دولتی مدنی در ایران ساسانی عهده‌دار بودن و ما مستند دربارش میدونیم. الیکا جان صدای شما نمیاد. بله ببخشید دچار مشکل شد این کامپیوترم. سپاسگزار شاهین جان عزیز، ممنون. و خب در ادامه بحث گفتگومون از اونجایی که من بیشتر در حیطه اسطوره و در واقع تاریخی موضوعات بحث میکنم، میخوام در مورد انواع آتشگاه ها و انواع آتش هایی رو که ما در دین، در طبیعت و در زندگیمون در گذشته میشناختیم کمی صحبت بکنم. حتما دوستان میدونن که ما جشنهایی رو برای آتش داشتیم، هم دا که اشاره کردم جشن صده مشخص ترین اونها بوده که علاوه بر اون ما جشنهای دیگری رو هم برای آتش برگزار میکردیم. در واقع با شروع سرما ما به پیشواز این جشنها میرفتیم و با نکوداشت این عنصر میومدیم و اون رو در خانه، در زمین و در وجود خودمون زنده نگه می‌داشتیم تا در ما بخش زندگیمون بشه. ولی علاوه بر اینها ما آتش‌هایی رو هم داشتیم که در باورهای ما هر چیزی رو که میتونست گرما چه معنوی و چه مادی داشته باشه اون آتش‌ها رو از اون می‌دونستیم. از جمله اونها مثلا میشه به آتشی که در کانون خانواده
کانون خانواده رو گرم می‌کرده اشاره بکنیم. ما میتونیم به آتشی که در گیاهان وجود داشته و نگاه کنیم که چقدر جالبه که ما با دادن آتش به اون، یعنی در واقع برابر دانستن اون جان و حیاتی که گیاهان رو در طول زمستان حتی زنده نگه می‌داره، ما می‌اومدیم و اونها رو چقدر مرتبه در واقع الهی و معنوی به اونها می‌دادیم و باعث می‌شد چقدر به اونها احترام بذاریم. ما در جانوران اون جان رو در واقع به شکل یک آتش می‌دیدیم. ما حتی در ابرها اون آتش رو میدیدیم و شاید حتی میتونیم بگیم که اون صاعقه‌ای رو که میدیدن، اون برقی رو که میدیدن، یک نمودی از همون آتش میدونستن که در پی اون بارندگی و برکت میومده و در نهایت آتشی بوده که در پیش اهورامزدا میسوخته. اینها نمودهایی از آتشهایی هستن که نشون میده ما جای آتش و آتشگاه رو منحصر به یک مکان مقدس در یک جای مقدس هم نمیدونستیم. ما فرض میکردیم که اون آتش داره به شکلهای کوچکتر و ساده تری میاد و به خونه های ما وارد میشه، به کانونهای خانواده، به گیاهان و به عناصر مختلف، و به این شکل اون آتشگاه و اون آتشکده میتونسته یک نوع ناظر بر زندگی همه باشه. ما آتش بهرام رو داریم، آتش آدریان رو داریم و همه اینها آتش هایی بودن که آتش دادگاه رو داریم و اینها آتش هایی بودن که نشون میدادن درجه بندی های مختلف. ما آتشکده های مختلف رو داشتیم برای شاهان، برای موبدان و برای کشاورزان و پیشه‌وران. این نشون میداده که یک نوع درجه اهمیت، یعنی اون ایزد آتش در واقع اون گرم و بخشی که وجود داره در همه طبقات به شکل خاصی ظاهر میشه. و حتی وقتی که ما به جنگ میرفتیم در گذشته خیلی اوقات میمدن و اون آتش رو همراه خودش رو میبردن. این به معنی این که اون در واقع فقط بوده معنویش نبوده، همینطور که احتمالا شاهین گرامی میدونن یک نوع نگهبان بوده، یک نوع گرمابخش هم بوده. و همونطور که بعدها در فرهنگ اشراق هم میبینیم نور امید رو، در واقع نور و روشنی رو برای همه میآورده. خب الان اشاره کردیم به موبدان و روحانیت هم اشاره کردیم. شاین گرامی، میشه برای ما از نقش روحانیت و روحانیون در ادیان مختلف و از جمله در دین زرتشتی هم بگید لطفا؟ حتما. نکات خیلی جالبی درباره آتش گفتی الیکا جان. من میخواستم اینم بیافزایم به سخن جالب و اون این است که ببینیم برای انسانی که در تاریکی، در سرما و در تنهایی و ترس زندگی میکرده، کشف آتش چه موهبت بزرگی بوده. شما تصور بکنید وقتی در شب، اونم شبای بلند زمستون، ساعتها تاریکه، نه پرتگاه رو میبینید، نه مار رو میبینید، نه حیوان درنده و چرنده رو میبینید. وقتی آتش هست و شما چوب دست میگیرید، نه تنها مسیرتون رو میبینید، جای پرت نمیشید، گزنده بهتون حمله نمیکنه، بلکه خود اون آتش به شما یک در حقیقت نگهبانی میده. آتش باعث میشه خیلی از موجودات خطرناک نزدیک شما نمیان به خاطر ترسی که از آتش دارن. حتی گرگ، شغال نزدیک شما نمیاد. تصور بکنید که با آتشه که تو اون سرمای زمستون موفق میشن که گرما ایجاد کنن و توی کلبه‌ای و یا در یک جای طبیعی زندگی کنه انسان. بعد به مرور یاد میگیره که با این آتش میتواند سنگ معدن رو ذوب کنه و فلز درست کنه. و خب فلز هم آغاز صنعتی شدن انسانه، حالا در زمان خودش به هر حال. بعد یاد میگیره که با آتش میتواند گیاها رو بپزه. بعد کم کم که گوشخوار میشه میفهمه که گوشت رو میتونه بپزه. یعنی واقعا اگر آتش رو فقط به عنوان خیلی مادی نگاش کنیم، اصلا جنبه های روحی، روانی و معنویش هم بذاریم کنار، خود آتش پایه ایجاد تمدن برای بشر بوده.
برگردیم به پرسش شما در پیوند با نقش روحانیون دینهای متفاوت. ما آن چیزی که امروز تو ذهنمون هست عمدتاً روحانیت شیعه هست، چون در ایران شیعه زده بزرگ شدیم و خب خیلی همون هم اونجا داریم زندگی میکنیم، اونا هم که بیرون بودیم به هر حال خیلی قشنگ حس رو کردیم. روحانیت شیعه مانند روحانیت سنی قشری از جامعه هستن که بسیار احساس اربابی دارن در جامعه، دیگران رو در حقیقت گله میدونن و خودشون رو چوپان و شبان. خیلی به ندرت هستن ولی خیلی کم. شما روحانیت رو میبینید، روحانیت شیعه رو مثلا در ایران یه کار مشخصی دارن، یعنی یه کاری دارن که اون کارشون براشون ایجاد درآمد میکنه، ولی روحانی هم هستن چون علاقه داشتن و خواستن مثلا با مردم کار کنن. اکثریت میروند در یه جایی از همون مسئله مذهبشون ارتزاق میکنن، اگرم که خب زرنگ باشن که توی مقامات بالای حکومتی هستند و وزیر و وکیل شدن. بنابراین روحانیت اسلامی چه شیعه چه سنی راه ارتزاقش راه فروختن مذهبه، شریعت فروختنه. حالا برخی از اینها، عده خیلی کمیشون، آدمایی هستن که ویژگی‌های انسانی هم دارن و آدمایی هستن که ممکنه اهل مطالعه هم باشن و آدمای ارزنده باشن، یه بخش کوچیکشون. یه بخش دیگه‌شون هستن که اینها یابگوان، گزافگوان، حرفای پرت و پلا میزنن، یه سری محفوظاتی رو دارن و اونا رو مرتب تکرار میکنن، حالا یا به عنوان روزه یا به عنوان خطبه یا به عنوان سفره ابوالفضل یا سر مجلس ختم یه نفر و یا اگه بهشون تریبون بدن در رادیو تلویزیون یا مدارس یا دانشگاه. عده‌ای هم هستن که خیلی بدترن، یعنی کارشون از یاوه‌گویی گذشته، حرفای خطرناک میزنن، افراد رو تهدید میکنن، تحریک میکنن، دروغ میگن و خب این باعث میشه که ذهن همه ما نسبت به ارباب مذهب ذهن منفی باشه و حق هم داریم چون نمونه هاشو دیدیم. شما فقط نگاه کنید روحانیت سنی من، حالا مثال میزنم که تو کشور ما در مستر کار نیستن، روحانیت سنی هم شما ببینید القاعده رو عموما محکوم نمی کنن، داعش رو عموما محکوم نمی کنن، شاید به خاطر اینکه حس میکنن اسلام واقعی همین بوده، در نتیجه محکوم کردن نداره، ولی گامی در جهت تلطیف اوضاع مردم بر نمیداره. در سالهای خیلی دور در گذشته همین حالت رو کشیش ها در کلیسای کاتولیک داشتن و تا موقعی که پروتستان ها انشاب ایجاد نکردن و بعد دوره روشنگری در اروپا آغاز نشد، پس از اون این حالت ارباب و رعیتی رو کشیش ها هم نسبت به مردم داشتن و عمده کشیش های کاتولیک هم از همون راه شریعت و کیش و مذهبشون به اصطلاح نون میخوردن و اجازه قدرت برای خودشون میکردن. در عصر امروز برخیشون کارهای دیگه میکنن، بستگی داره به کدوم فرقه متصل باشن، برخیشون هنوز تو همون کار هستن. در مورد رباهای یهودی من هم شنیدم و هم خوندم و هم یکی دو مورد برخورد داشتم که عمدتا آدم های خیلی با مطالعه هستن، یعنی حوزه مطالعهشون از مطالعات دینی خیلی گسترده تره، فلسفه میدونن، تاریخ میدونن، تا حد زیادی روانشناسی، جامعه شناسی میدونن، بعضیشون اصلا علوم روز رو میدونن و از این نظر آدم هایی هستن که من فکر میکنم که از روحانیون اسلامی یا روحانیون مسیحیت به طور میانگین ضریب هوشی بالاتری دارند. در مورد آتشکده چون صحبت شد، در مورد روحانیت آیین زرتشت ما دو تا واژه داشتیم، هیربود و موبد، که اینو خوب هموطنا یه مقدار تفاوت به اینا بذارن. هیربود دقیقا کسانی بودن که مراسم دینی رو انجام میدادن، در آتشکده ها بودن، مراسم دینی رو انجام میدادن، در جشن ها حضور داشتن، دعا میخوندن، در گاهنبارها حضور داشتن، دعایی میخوندن و
به طور مختص و ویژه کارشون کار انجام مناسک و سنت های آینی بوده، در حتی مدارس دینی هم اینا حضور داشتن و کار خوشون میکردن. موبدا عموما از هیربودان جایگاه بالاتری داشتن و یکم واژه عمومی تر است موبد، چون موبدا در دوره ساسانیان دستگاه دادگستری در اختیارشون بوده و کار قضاوت باهاشون بوده، این خیلی کار مهمی بوده. از سوی دیگه اگر قدیمی تر از دوره ساسانیان بریم، واژه موبد خیلی طور عام استفاده می شده، حتی موبد پزشکی هم بلد بوده، برخی موبدا ستاره شناسی بلد بودن، ریاضی بلد بودن. در شاهنامه که بارها و بارها وقتی نام موبد میاد، ممکنه که بار اصلا بار دینی نباشه و بار یه آدم خردمند و یه آدم فرزانه و فاضلی باشه. بنابراین نقش روحانیون نه تنها از دین به دین دیگر متفاوت بوده، بلکه با زمان هم در درون یک دین تغییر کرده و برای همین نمیشود حکم کلی در موردشون صادر کرد. بسیار خوب، شما اینجا نکته‌های خیلی خوبی رو فرمودین و در پی این من میخوام اشاره بکنم بار دیگه به آتشگاه ها. همونطور که در اول برنامه گفتم در مورد مکان قدرت بودن آتشگاه ها، ما انسان ها از تا جایی که تاریخ به ما اجازه میده میدونیم که از 120 هزار سال پیش همیشه مراسم آیینی رو انجام میدادیم. ما مردگان رو با شکل‌های خاصی دفن میکردیم و این خب یک چیزیست که هم در باستان شناسی و هم در علوم مختلف تاریخی، استخوان شناسی و هر چیز دیگه اون رو برای ما شناخته شده هستش که انسان ها اعمال آیینی رو انجام میدن، از روی نقاشی ها، حتی نقاشی هایی که انسان ها رو مشغول انجام مراسم آیینی نشون میداده. و در پی اون میبینیم که در اولین آیین هایی که حالا ما شکل قدیمی اون زوروانیسم است برای نمونه، میبینیم وقتی که به تضاد میان خدای خوب و بد اشاره میکنه، خدای نیکی رو به عنوان خدای روشنایی نام برده و پس از اون ما مهرابه ها رو میبینیم، زمانی که یعنی نمونه هایی که برای ما از گذشته در واقع از مکان برگزاری آیین هم باقی مونده مهرابه ها هستن. و در اونها میبینیم اگر اشاره بکنیم سقف غارها، سقف مهرابه ها شبیه یک آسمانی بوده که روزنه هایی رو برای نفوذ نور ستاره ها هم گاهی در روی اون میگذاشتن. در اوستا اشاره شده که ایزد مهر در پی خورشید میاد و همچنان پس از غروب خورشید در آسمانه و این دلیل اون سرخی رنگ آسمان ارتباط میده با ایزد مهر که ما میتونیم اون نور و روشنایی رو بار دیگه در مهر هم ببینیم. اما جالبه که وقتی که گریزی میزنیم حتی به فراتر از آیین‌های ایرانی، میبینیم که این باورها حتی در ادیان سامی هم دیده شده، همون گلستان شدن آتش زمانی که ابراهیم ازش میگذره و یا دیدن خداوند در نور، نمونه های از این دست هستن، یا زمانی که قربانی های رو برای آتش حتی انجام میدن، ما میبینیم که این باور و احترام به آتش منتقل شده، یعنی باوری هستش فرای خدا پنداشتن برای ایرانی ها و این احترام رو همیشه داشتن. همونطور که شاهین گرامی فرمودن میتونه دلیل اولیه و ابتدایی اون همون باشه که اونها رو از تاریکی و از شر حیوانات هم نجات میداده. اما خیلی جالبه که شاید خیلی از دوستان زمانی که به یک آتش کرده، زمانی که به یک آدریان میرن، دید این حس رو داشتن که آرامش پیدا میکنن با نگاه کردن به نور، شاید حس بهتری داشته باشن. این
مربوط به اون مکان و اون مکان خاص هستش. همچنان که خیلی اوقات ما زمانهای قدرت رو از یک زمان به یک زمان دیگه منتقل میکردیم. برای نمونه همون ماه رمضان هستش که در باورهای معنوی هم دیده میشه و شاید حتی افرادی که این آینه روزداری رو برگزار نمی کنن هم در اون دوره های خاص احساس می کنن که یه چیز متفاوتی داره اتفاق می افته. ما در پی این داشتن های مکان های قدرت و زمان های قدرت می تونیم بگیم که حتی جشن هایی رو بگیم. برای نمونه جشن در واقع طولانی شدن روزها که نزدیک هستش به جشن کریسمس که چند وقت دیگه هم میرسه، همه اینها پیوندهایی رو میده و برای ما در واقع این نظریه رو قدرت میبخشه که ما باید هم به این عنصر احترام بذاریم، هم به مکانهایی که در اون به این عنصر احترام گذاشته میشده. حالا اگر من بتونم تصاویر رو، اگر شاهین گرامی اجازه بدم و دوستان، میخوام تصاویر رو نشون بدم از سکه های ساسانیان که در اونها ما میتونستیم در واقع تصاویر رو ببینیم از اون آتشکده ها و میبینیم که در برخی از این تصاویر تنها یک آتشگاه نشون داده شده و در برخی دیگر ما میتونیم همینطور که در این تصویر دوستان میتونن ببینن تصویر یک ایزد مانندی رو داریم در اون میبینیم. یعنی این نشون میده که حتی آتش ها برای افراد با ساب‌های مختلفی رو داشتن. حالا ممکنه که این نوعی اغراق باشه، ولی خیلی اوقات گفته میشه که ما وقتی که حتی در باورهای سامی میبینیم که یک نفر خدا رو در تجلی نور و آتش میبینه، حتی در باورهای سامی مثلا در داستان موسی، ما حتما آتش‌های مقدسی رو هم داشتیم و میتونیم به یک نوع بُعد معنوی خودمون به یک درجه عالی‌تر از اون برسیم. نمونه های دیگری از این دست در واقع آثار تاریخمون وجود داشتن. ما میتونیم این نمونه ها رو در واقع در امروز در بازمانده های آتشکده هایی که امروز وجود دارن هم ببینیم. زمانی که میریم و نیایشی رو انجام میدیم رو به سوی نور هستیم، حتما خیلی از دوستان هستن و خیلی از افرادی رو من میشناسم که حتی خارج از دین زرتشتی به این مکان ها میرن و با اون عطر و بو و نور حس بهتری رو دارن. شاهین گرامی، شما نظر خاصی در این زمینه دارین؟ شما هم بیافزایید. بله الیکا جان، من داشتم فکر میکردم الان تو اروپا دوستانی که این بخت رو داشتن که کلیساهای معروف رو در ایتالیا ببینن، در روم، در جنوا، در ونیز، در فلورانس، البته پاریس هم کلیساهای بسیار با ابهتی داره، در اسپانیا چند تا کلیسای خیلی مطرح هست. عموما کلیساها، حالا کلیسایی که جاییست که توریستا میرن میبینن، شما وقتی واردش میشی از حجم هنری که در اونجا به کار گرفته شده تا حد زیادی خودتو احساس میکنی که مسخ شدی. چند دقیقه اول ناخودآگاه یا حس احترام نسبت به اون مکان داره ایجاد میشه. نقاشی هایی که هست، مجسمه هایی که ساخته شده، سقف‌های بلند، ستون‌های عظیم، توی برخی از مساجد هم در ایران که هنری کار شده، مثل یکی دو تا مسجد در مثلا اصفهان، مسجد سپهسالار یا مسجد شاه در تهران، مسجد گوهرشاد در مشهد و دو سه تا مسجد دیگه در تبریز و یزد و اینا، شما اون حس رو می‌گیرید. این نشون میده که خیلی مهمه مکانی که برای مردم آماده میشه، ساخته میشه، جدا از اون حالتهایی که به هر حال باید افراد با روی خوش اونجا با هم برخورد بکنن، باید دوتا مطلب به درد بخور به هم بگن، وقتی برمیگردن از اونجا به خونشون یه حس بهتری داشته باشن اونا به جای خودش. ولی این جایگاه ها باید انسان رو تا
کاملا مورد تاثیر قرار بده. یعنی شما باید یه حسی به القا بشه وقتی واردش میشید و اون حس القا نمیشه مگر از نظر معماری و از نظر هنری اونجا کار انجام شده باشه. اینه نمیشه گفت که ما داریم به ظاهر کار نگاه میکنیم. فضای معنوی و فضای با ابهت انسانها رو میتونه توی اون حالت معنویت قرار بده. مثال خیلی خوبی زدی خودت چند دقیقه پیش، منم دقیقا همین حالت رو داشتم. هر موقع به آتش خیره میشم میرم تو فکر، در حالی که اصلا ممکنه دارم یه کار دیگه میکنم. ممکنه شما گرم صحبت درباره مسابقه فوتبال هستی، ولی مثلا دوستان کنار ساحل یا کنار جنگل یا کنار جاده آتشی درست کردن. وقتی میشین کنار آتش یک دفعه شما رو میبره به یک فضای روحی روانی دیگه. و نمیدونم آیا این تاثیر رو ما ایرانی هاست یا این تاثیر کلا رو انسان هاست، ولی وقتی یه آتش ساده میتونه اینگونه انسان رو وارد یک فضای متفاوت روانی و فکری بکنه، طبیعتا یه جایگاهی که حالا میتونه آتشکده باشه، کنیسه باشه، کلیسا باشه، هر چیزی که این اتمسفر رو داشته باشه خیلی اثرگذاره. و من فکر میکنم تو این زمینه ما ایرانی ها خیلی قفلت کردیم. متاسفانه یه همچین پروژه‌ای باید به پشتیبانی دولت باشه. معمولا دولت‌ها و حکومت‌ها پشتیبانی می‌کنن از پروژه‌های سنگین این گونه. و خب شوربختانه دولت کنونی ایران هم، حکومت کنونی ایران هم مطلقا همچین کارهایی رو نخواهد کرد. بنابراین باید امیدمون باشه که یا در ایران شرایط طوری تغییر کنه که امکان انجام این مسائل باشه در فضای متفاوت کلا بعد از تغییرات بنیادی در ایران، و یا اینکه همینجا بخش خصوصی آغاز کنه و اونایی که توان همچین کارهایی دارن یه گامی رو بردارن که واقعا یه اثر ماندگاری ازشون باقی بمونه. من هم امیدوارم شاهین جان که چنین آینده‌ای پیش بیاد. و همونطور که حالا به عنوان نکته آخر برنامه اشاره میکنیم و حتما خیلی از دوستان هم میدونن، بسیاری از مکانهایی رو که ما امروز به لطف مردم، یعنی در واقع مردم بومی، تونستیم حفظ بکنیم و خیلی اوقات از اونها به نام امامزاده یا مسجد نام برده میشه، خیلی از اونها مکانهایی بودن که پیشتر نیایشگاه ها، حالا میتونه آتشگاه های کوچک یا بزرگ یا بهرام بودن و بعدها تبدیل به یک امامزاده شدن. هرچند که خیلی اوقات ما همین بستن دخیل زمانی که میبینیم نمونه هایی از اون باورهای عمیقه هستش که مردم نسبت به اونجاها داشتن. و جالبه که خیلی از قدمگاه ها و جاهای این چنینی که میبینیم حتی در افغانستان نمونه اون هستش، با وجود این باورهاشون تونستن حتی آتشکده بهار رو که میگن آتشکده بهاره و خیلی در واقع دلایل قوی برای اینکه بتونیم بگیم که چنین بوده و از قدیمترین آتشکده ها و جای تاریخی به حساب میاد رو تونستن حفظ بکنن با همین مراسم. و این نشون میده که حتی اگر باورها عوض بشه، اون مکان از نظر تاریخی، از نظر باور، از نظر آینی امروز تبدیل به یک مکان قدرت شده و باید در حفظ اونها تلاش بیشتری رو انجام بدیم. من گفته دیگه ای ندارم. اگر شاهین گرامی هم گفتار خودشون رو به اتمام رسوندن، میتونیم این بحث رو در اینجا به پایان ببریم و در برنامه های بعدی بحث های اینجوری رو دنبال بکنیم. خیلی سپاسگزارم. صحبت بیشتری نیست و امیدوارم که در فرصت های دیگه باز خدمت همینان ارجمندمون باشیم. سپاس از اینکه در این برنامه هم با ما بودین. سپاس شاهین گرامی و بدرود.